واقعاً بعد از ده چند سال اخیر امو خواست های یک زنم پوره کردن در شرایط افغانستان زیاد مشکل شده. خب آقای پردلی، چطور شما تصمیم ندارن که زن دومه بگیرین؟ من یکی را اینه سعی نگاه کرده بسن بکردم. خب در بین اقوام یا برادرای قوم بلوچ ما بیشتر در مراسم های مثلا عید و سال نو و عروسی ها کدام فرهنگ ها و عنانات و رسم و رواج ها بیشتر مروج است نسبت در دیگه اقوام و یا متفاوت تر از دیگه اقوام؟ بعضی گپش در اطراف که وجود دارد، مثلا در اطراف اینه بین بلوچ های اطراف روز اولیت مثلا قسمی است که صبح وقت همه ای کسا در مسجد آره آن چی که خدا هست که دارد، کسی گوی شیری دارد، یک کاسه ماسی نکت، یک چند تا برکی یا لاش نیا میبرن، یا کسی دیگه که کدام دانم مرغ اینش و کشته و شروع جور کرده شروعش هم میبرن، یک کسی یک چیز دیگه. بالاخره چنین انانه وجود دارد که جوجه از مسجد که میبرن خانه کت خدای محل یا قریه اینه اول گوشه میرم برای این تبریکی. منظور از کت خدا همون ارباب شد یا کلان اینه ریشتفید یا خان یا ملک قریه؟ البته خانه از جو میرند و بعد از به صورت دست جمعی به همه خانه ها میگردند. روز اول و دوم مربوط به مردها هست، زن در خانه باید خدمت کنند و روز سوم وظایف تغییر میکنم، مرد در خانه هست و زنا باز میبرن بیرون نوبت زوا هست. خانم پردلی، میوه خوش خورده؟ بیخ گلنای ما خوش شده، گلاس چای نمندازین؟ نه، برای ازی که شما یک دفعه سیر چای خوردن مسئول شدیم بخاره را از دست دارم. خوکندجان برای ما گفت که من زیاد نخورم، من از ما که خود زیادتر خورده و بخیارم گلنش هم خوش شدم. من به خاطر ازی گفتم که خودش هم زیاد خورد، به یه خاطر بر من اشاره میرسند و من گفتم که چون چای بندازن خانم پردلی که یک گلاس چای بخوریم اید از دیگه، در جای بریم یک گلاس چای بخوریم، این فرهنگ افغانی است. تعارف نکردن، گفتم هر چیزی که دلتان است این بفرد.